بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سانتریفیوژها ها قطعا با رعایت موضوع برگشت پذیری خواهند شد و همزمان رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفته خاموش شدن سانتریفیوژها ها و برگشت پذیری آنها 60 درصد تلفات دارد. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که روز 23 تیر ماه امسال میان ایران و شش قدرت جهانی در وین حاصل شد تهران پذیرفت که در ده سال نخست سانتریفیوژهای های نوع IR-1 را از رده خارج کند همچنین میزان قنیسازی ایران تا 15 سال آینده نیز در سطح 3 ممیز 67 درصد تعیین شده است. این توافق تصریح می کند که سانتریفیوژهای های اضافی و زیرساخت های قنیسازی مربوط در نتنز تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهند شد. طبق گزارش های منتشر ایران حدود 19 هزار دستگاه سانتریفیوژ فعال دارد. آقای کمالوندی به رادیو دولتی ایران گفته است که در اجرای تعهدات ایران در برجام در خصوص جمعوری سانتریفیوش ها قطعا موضوع بازگشت پذیری رعایت خواهد شد. آقای کمالوندی تاکید کرده به منظور تضمین بازگشت پذیری برنامه هستهی کشورمان و اجرای تعهدات طرف مقابل درباره نوسازی راکتور آب سنگین عراق جمعوری سانتروفیوش های فعال همزمان با ارائه قرارداد معتبر درباره راکتور عراق صورت خواهد گرفت. راکتور آب سنگین عراق قرار است در قالب یک همکاری بین المللی و مدرنیزه شود، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در حالی موضوع برگشت پذیری سانتریفیوش ها را مطرح کرده که فریدون عباسی رئیس این سازمان در دولت محمود احمدی نژاد و از مخالفان توافق وین گفته خاموش شدن سانتریفیوش ها و راه اندازی دوباره آنها در مجموع 60 درصد تلفات دارد و ما به کف خواستا رسیده این. برنامه جامعه اقدام مشترک به ایران این اجازه را میدهد که های از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین کند فریدون عباسی همچنین گفته برجام یک سری تکالیف را به ما تحمیل کرده است اصولگرایان توندرو و تیم دولت محمود احمدی نژاد از مخالفان اصلی برنامه جامعه اقدام مشترک هستند و در جریان بررسی این توافق در مجلس شورای اسلامی تلاش زیادی کردند تا آن را رد کنند. با این حال مجلس نهم به این توافق رأی مثبت داد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. ولی آیت الله علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای شروط نهگانه را برای اجرای آن مطرح کرد. ظرف روزهای اخیر گزارش های متناقضی درباره آغاز اجرای برجام و جمعآوری سانتروفیوش ها منتشر شده است در حالی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز 11 همه آبان به خبرگزاری ژاپنی کیودو گفته بود ایران اجرای توافق هسته را با جمعآوری شماری از سانتروفیوش های خود در تاسیسات هسته ای نتنز آغاز کرده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به تلویزیون دولتی ایران گفت هنوز هیچ سانتریفیوژی جمعآوری نشده و سازمان انرژی اتمی در حال فراهم کردن مقدمات کار است اعلام خبر جمعوری سانتریفیوش ها از سایت نتنز اعتراض 20 نماینده مجلس را به دنبال داشت که در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار توقف دستور جمعوری سانتریفیوش های فردو و نتنز شدند. این نمایندگان گفتند تا زمانی که شروط مندرج در نامی رهبر جمهوری اسلامی و بند یک آن محقق نشده نباید سانتریفیوش ها جمعوری شوند. آیت الله خامنه‌ای در بند اول از نامه خود گفته بود از رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا تضمین کتبی مبنی بر لغو تحریم‌های ایران دریافت شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شنبه 14 آبان ماه در مصاحبه‌ای رادیویی از احتمال بومگذاری در هواپیمای روسی سخن گفته است. روز شنبه یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به یک شرکت روسی که از شرمالشیخ در مصر آزم بازگشت به سمپتزبورگ در روسیه بود در صحرای سینا سقوط کرد و تمام 224 و و سرنشین آن کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این سانحه را بر عهده گرفته و اعلام کرده در آینده نزدیک جزئیات بیشتری درباره این عملیات که در واکنش به تقویت حضور نظامی روسی در سوریه انجام شده منتشر خواهد کرد. به گزارش نیویورک تایمز باراک اوباما در این مصاحبه رادیویی احتمال بمبگذاری را بسیار جدی ارزیابی کرد و افزود ما زمان بسیاری را صرف بررسی عمیق این حادثه خواهیم کرد و پیش از صدور بیانیه رسمی و قطعی در این باره با سرویس‌های اطلاعاتی در تماس خواهیم بود مقام های آمریکایی میگویند که تحقیق و تفحصشان پیرامون این موضوع همچنان در جریان است با این حال اظهارات برک نخستین اظهار نظر بلند مقام سیاسی در آمریکا درباره سقوط هواپیمای روسی در خاک مصر است دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پیش از انتشار اظهارات باراک اوباما اعلام کرده بود که به احتمال قریب به یقین انفجاری تروریستی مسبب این سانحه مرگبار بوده است بریتانیا در نتیجه این برداشت پروازهای شرم الشیخ را متوقف کرد تصمیمی که سرگردان شدن هزاران شهروند بریتانیای کشور در فرودگاه را در پی داشت همزمان وزیر دفاع بریتانیا گفت اگر گروه دولت اسلامی مسئول سقوط هواپیمای مسافربری روسی در صحرای سینا باشد مشارکت بریتانیا در عملیات هوایی در سوریه موجه خواهد بود و لزوم چنین مشارکتی افزایش می‌یابد. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا تصریح کرده هنوز کشورش اطمینان کامل ندارد که داعش در سقوط هواپیمای روسی دست داشته اما افزود همانطور که در تونس و سوریه دیده ایم این گروه خطری برای همه محسوب می شود در ماه جوان سال جاری افراد مسلح به جهانگردان در یک تفریگاه ساحلی تونس حمله کردند و چندین نفر را که اکثر آنان بریتانیایی بودند به قتل رساندند گفته شد که این حمله توسط وابستگان به دولت اسلامی به اجرا گذاشته شده است بریتانیا عضو اعتلاف بین المللی ضد داعش است و نیروی هوایی سلطنتی از تابستان سال گذشته در عملیات تهاجمی علیه مواضع داعش در عراق شرکت داشته اما از ورود به عملیات در حریم هوایی سوریه خودداری کرده است. احتمال سقوط هواپیمای روسی توسط داعش این نگرانی را هم ایجاد کرده که ممکن است این گروه که از عملیات خشونت آمیز از جمله حملات انتحاری رویگردان نیست و هوادارانی هم در سراسر جهان دارد در صدد اقدامات تلافی جویانه در کشورهایی براید که در جنگ سوریه مشارکت دارند پیشتر دولت بریتانیا اعلام کرد که بنا به ملاحظات امنیتی از امروز جمعه عملیات بازگرداندن جهانگردان بریتانیایی از شرم الشیخ به کشورشان را آغاز می کند چند کشور دیگر نیز به شهروندان خود در مورد سفر به شرم الشیخ هشدار داده یا پرواز هواپیماهای خود به این مقصد را متوقف کردند. مقامات مصر و روسیه تاکید داشتند که هنوز علت سقوط هواپیمای روسی مشخص نیست و نباید نتیجه شتاب زده گرفت همزمان شرکت هوایی ایزی جت گفته است مقامات مصری به هواپیماهای این شرکت اجازه انجام پروازهای اضافی جهت انتقال شهروندان بریتانیایی از شرمان را ندادند. در نتیجه ده برنامه پروازی روز جمعه این شرکت برای بازگرداندن شهروندان بریتانیایی انجام نمی شود. این در حالی است که عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در کنفرانس خبری مشترک با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تصریح کرد با تصمیم مشترک مقامهای مصری و بریتانیایی تمهیدات امنیتی سخت تری در فرودگاه شرم الشیخ به کار گرفته خواهد شد وزیر هوانوردی مصر میگوید احتمال انفجار تروریستی مبتنی بر واقعیات نیست و هیچ گونه شاهدی برای این مدعا وجود ندارد کرملین هم روز گذشته با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که هر گونه برآوردی از دلایل سقوط باید مبتنی بر داده ها باشد در ادامه گزارش های مداوم از مرگ نیروهای ایرانی در جنگ داخلی سوریه رسانه های ایران از کشته شدن دو عضو دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک فرمانده حزب الله لبنان در این کشور خبر دادند. وبسایت خبری مشرق روز جمعه 15 آبان گزارش داد که با کشته شدن قدیر سرلک و روح الله قربانی دو عضو سپاه پاسداران در سوریه تعداد تلفات نیروهای سپاه در این کشور از ابتدای عملیات محرم به 38 نفر رسیده است. در همین زمینه خبرگزاری فارس هم گزارش داد که اتومبیل حامل این دو عضو سپاه روز چهارشنبه 13 آبان در نزدیکی حلب هدف موشک قرار گرفته است این گزارش از آقای سرلک به عنوان یکی از اعضای سپاه محمد رسول الله نام برده و آقای قربانی را بسیجی معرفی کرده است. اما خبرگزاری تصنیم نوشته است که قدیر سرلک سالها به عنوان فرمانده گردان امام حسین سپاه ناحیه شهید محلاتی فعالیت می کرد. عملیات محرم عملیاتی است که از ابتدای ماه محرم و با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه توسط ارتش سوریه و واحدهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان برای بازپسگیری شهر حلب در سوریه آغاز شد خبرگزاری اهل بیت نیز از کشته شدن علی حسین بلهوس ملقب به حاج جواد از فرماندهان میدانی حزب الله لبنان در سوریه خبر داده است بر اساس این گزارش این فرمانده حزب الله نیز در اطراف حلب کشته شده است حلب در شمال سوریه قرار دارد و بخش های مختلف آن در ماه اخیر در کنترل گروه های مسلح مخالف بشار اسد و ارتش سوریه بود در دو ماه گذشته گزارش‌هایی از حضور گروه حکومت اسلامی یا داعش نیز در اطراف این شهر منتشر شد. تنها یک روز پس از آنکه آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که جنگ با پکاکا رو با شدت بیشتری ادامه خواهیم داد روز گذشته پکاکا هم بیانیه صادر کرده و در این بیانیه تصریح کرده که به آتش بس یک جانبه و یک ماه خودش پایان میده پکاکا گفته دلیل این تصمیم حملات ارتش ترکیه به اعضای این سازمان هست و سیاست دولت این کشور مبنی بر ادامه جنگ جدا از آقای اردوغان رئیس جمهور دولت ترکیه هم دو روز پیش بر ادامه جنگ با پکاکا تاکید کرده بود و اعلام کرده بود که تا نابودی کامل این سازمان جنگ رو ادامه خواهد داد اما آتش بس یک جانبه که پکاکا صحبت از پایان اون میکنه در واقع یک ماه پیش پس از آن برقرار شد که حمله تروریستی در آنکارا موجب کشته شدن بیش از 100 شهروند ترکیه شد که البته بخش از اونها هم هواداران حزب کردی هدف بودن به نوعی یک ماه پیش وقتی پکاکا این آتش بس رو یک جانبه اعلام کرد در واقع میخواست در آستانه انتخابات شرایط سخت و فشار روانی رو از روی کوردها به ویژه حزب کردی هدف برداره و همسویی تصویری رو در جامعه ترکیه ارائه بده که در واقع آغازگر جنگ اونها نیستن بلکه برخلاف ادعاهای دولت ترکیه اونها دارن از خودشون دفاع میکنن اما بلا فاصله پس از پیروزی حزب ادالت و توسعه در انتخابات روز یک شنبه گذشته نظامیان ترکیه یک رشته عملیات رو بر علیه مواضع پیکاکا آغاز کردند. ترکیه میگه در طی عملیات پلیس این کشور که در طول سه روز گذشته در استان هاکاری صورت گرفته سی و یک نفر از اعضای پیکاکا کشته شدند. خبرگزاری دولتی ترکیه هم گزارش داده و گفته که در این عملیات ها دو نیروی نظامی ترکیه هم کشته شده پکاکا هم متقابلا در بیانیه دیروز خودش تهدید کرده که حملات خودش رو به موازه ارتش ترکیه ادامه خواهد داد مقامات پکاکا میگن ما یک آتش بس یک ماهه رو در آستانه انتخابات برقرار کردیم تا آرامش انتخاباتی در ترکیه برقرار بشه اما در طی این یک ماه ارتش ترکیه بارها مواضع ما رو مورد حمله قرار داد و ادامه این آتش بس از سوی ما غیر ممکن هستش اما اشاره بکنم که مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و پیکاکا که از حدود دو سال پیش با فراز و نشیب بسیار آغاز شده بود تابستان امسال متوقف شد دولت ترکیه پیکاکا را متهم به نقض اصول مذاکرات از جمله شکستن آتش بس کرد و خب بلافاصله حملات خودش بر علیه این گروه رو آغاز کرد شاید حالا با این بیانیه جدید پکاکا باید گفت به نوعی باز هم در طی تنها چند ماه پکاکا شرایط رو سختتر کرده و به نوعی با یک گیری عجولانه و احساسی عملا مسیر رو به سمتی میبره که بیش از خود پکاکا این دولت ترکیه است که از آن سود خواهد برد آدل جبیر وزیر امور خارجه سعودی که در عمان به سر میبرد گفت ریاض و مسقط درباره راه حل بحران سوریه و یمن به توافق رسیدند وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز جمعه 15 آبان ماه گفت پس از ملاقات و گفتگو با فهد بن محمود آل سعید معاون شورای وزیران و یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان و بررسی مسائل مربوط به سوریه و یمن دو کشور درباره نحوه پایان دادن به بحران در سوریه و یمن به توافق رسیدند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دیدار وزیر خارجه عمان با بشار اسد در دمشق گفت: موضع همه کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره بحران سوریه یکی است و ما هیچ شکی نسبت به حسن نیت و تلاش برادران عمانی ما نداریم. یوسف بن علوی بن عبدالله وزیر امور خارجه عمان نیز روز پنجشنبه چهاردهم آبان ماه از تلاشهای دیپلماتیک عمان برای یافتن راه حل مسالمت برای بحرانهای سوریه و یمن خبر داد. یوسف بن علوی گفت همه طرف هایی که در این دو کشور حضور دارند یا با این دو مسئله ارتباط دارند به نحوی به دنبال راه حل‌های مسالمت‌آمیز در چارچوب راه حل دیپلماسی هستند. ما نیز در این امر سیاست سلطان قابوس بن سعید را در پیش می گیریم چرا که دیپلماسی عمان مبتنی بر ابزارهایی است که همه میپذیرند. آقای بن علوی که با خبرگزاری عمان مصاحبه می کرد بر تلاش کشورش از طریق دیپلماسی آرام و بدون مخالفت با هیچ طرفی و با استفاده از راههایی که سبب نزدیک شدن طرفها به یکدیگر می شود تاکید کرد. وزیر خارجه عمان گفت در مذاکراتی که دیروز بین عمان و پادشاهی سعودی انجام شد درباره دستور کار و هماهنگی قبلی توافق شد و دو کشور اهداف مشترکی درباره مناطق نزاع در منطقه دارند درباره مسائل منطقه دو کشور توافق کردند چشم به آینده داشته باشند و در گذشته باقی نمانند آقای بن علوی گفت عمان موزه هیچ یک از دولت‌های عضو ائتلاف در حمله ساختمان سفارت عمان در صنعا را هدف قرار نداد و موضعش پایبندی به حقوق بین المللی بود. صنعا در آن زمان منطقه جنگی بود و روابط برادرانه که بین عمان، سعودی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و همه کشورهای ائتلاف وجود دارد، بزرگتر از حوادثی است که در هر مکانی اتفاق می‌افتد. در همین حال به گزارش سایت العربیه نیروهای مقاومت مردمی یمن از شمال استان زاله خبر از کنترل منطقه استراتژیکی در نزدیکی استان البیزا میدهند بنابراین گزارش این یک پیروزی بزرگ برای مقاومت در کنترل این شهر و عقب راندن شبه نظامیان حوسی و هواداران ساله و کاستن از فشار بر جنگجویان در جپه های تعز و مارب است در استان شبوه در شرق یمن هم نبرد بین شبه نظامیان حوسی و جنگجویان قبایل آل عریف در منطقه بیهان و پس از ورود حوسی ها به منطقه در گرفته است این قبایل حاضر به اتحاد با شورشیان حوسی و صالح نشدند و جنگنده های اعتلاف بمباران مناطق را برای حمایت از نیروهای مقاومت آغاز کرده است سعید اوهدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرد تعدادی از حجاج ایرانی که در مکه دفن شدهاند بدون مجوز جمهوری اسلامی ایران بوده است و در حال حاضر هنوز وضعیت 25 نفر از مفقودان ایرانی فاجعه منا مشخص نشده است. رئیس سازمان حج و زیارت گفت امیدواریم تا چند روز آینده با توجه به ارسال دی ان ای بستگان حجاج مفقود شده کشورمان و تطبیق آن با پیکرهای دفن شده و پیکرهایی که به تازگی در سردخانه مکه از جان این فاجعه پیدا شده بتوانیم این تطبیق و جستجو را ادامه دهیم در همین حال حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران از پیگیری سرنوشت قزنفر رکنابادی سفیر سابق ایران در لبنان از طریق سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی خبر داد. وی تصریح کرد در مذاکرات اخیر رئیس سازمان حج و زیارت و سرکنسول ایران در جده با مقامات عربستان سعودی بار دیگر موضوع تعیین سرنوشت آقای رکنابادی به صورت ویژه پیگیری شده است. آقای امیر عبداللهیان گفت این موضوع برای چندمین بار به کاردار عربستان سعودی در تهران منتقل شده و در سطح بین المللی نیز علاوه بر مقامات سازمان ملل از طریق صلیب سرخ جهانی پیگیری می شود. برخی از مقامات جمهوری اسلامی احتمال روبوده شدن قزنفر رکنابادی را که در حادثه منام مفقود شده مطرح کردند. حسین نوشابادی معاون پارلمانی وزیر ارشاد روز چهارشنبه ششم آبان گفت هرچقدر می‌گذرد میگذرد فرضیه ربایش زائران مفقود ایرانی و انتقال آنها به خارج از عربستان تقویت می شود. <applause> علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز جمعه هشتم آبان گفته بود رد آقای رکنابادی پیدا شده است. دادگاهی در بحرین پنج شهروند این کشور را به جرب همکاری با ایران به قصد اخلال در امنیت ملی و خرابکاری در بحرین به حبس ابد و سلب تابعیت محکوم کرد خبرگزاری رسمی بحرین از قول دادستان این کشور اعلام کرد که دو تن از متهمان در دادگاه جنایی حضور داشته و سه تن دیگر قیابی محاکمه شدند. احمد حمادی دادستان کل بحرین گفت که متهمان به همدستی با سپاه پاسداران اعتراف کردند به گفته آقای حمادی این افراد به کمک سپاه پاسداران قصد حمله به بانک ها و ساختمانهای دولتی بحرین را داشتند دادستان کل بحرین اعلام کرد دو نفر از این افراد در ایران توسط سپاه پاسداران آموزش دیده و سه نفر دیگر وظیفه پشتیبانی لوجستیکی را بر عهده داشتند بحرین ایران را متهم می کند که با تحریک شیعیان در این کشور می کشد ثبات و امنیت این کشور را برهم زند اکثریت شهروندان بحرین شیعه هستند اما حکومت کنونی بحرین در دست اقلیت سنی است روز چهارشنبه عبداللطیف عبدالله معاون وزارت خارجه بحرین تاکید کرد که 47 نفری که بازداشت شدند با ایران ارتباط داشتند و بعضی از اعضایش از خطرناکترین تروریست هایی بودند که با شبکه بین المللی در ارتباط بودند وزارت کشور بحرین در همین زمینه تصریح کرده که این یکی دیگر از موارد دخالت ایران در امور داخلی این کشور و تلاش برای متزلزل کردن امنیت و ثبات پادشاهی بحرین از طریق حملات سازمان یافته تروریستی بوده است خبرگزاری ایسنا در روز پنجشنبه چهاردهم آبان ماه از سوی یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه نوشت که ایران اتهامات مطروحه در بیانیه وزارت کشور بحرین را بی اساس و مردود می داند. این مقام وزارت خارجه ایران افزود سناریوهای تکراری مقامهای های بحرینی رنگ باخته و هیچ گونه تأثیری در واقعیت های به وجود آمده در منطقه نخواهد داشت. این مقام ایرانی مسئولین بهرینی را به فرافکنی و اتهام به سایرین متهم کرد و به مسئولان بهرینی توصیه کرد به مشکلات به وجود آمده در داخل کشورشان توجه کنند روابط بهرین و ایران به دنبال دخالت جمهوری اسلامی در این کشور با حمایت از اسلامگرایان شیعه بهرین و تشویق آنها به شورش سالهاست که تنشامیز است و دو کشور حدود یک ماه پیش کاردارهای طرف مقابل را اخراج کردند شیخ خالد بن احمد الخلیفه وزیر امور خارجه بحرین اخیرا در یک کنفرانس امنیتی در منامه ایران را خطری به بزرگی داعش برای کشورهای عربی خواند به دنبال انتقاد برخی مقام های ایران از بازداشت های اخیر روزنامه‌نگاران، علی متحری نماینده تهران در مجلس گفته برخی میخواهند از کلمه نفوذ مانند فتنه به عنوان ابزاری برای ایجاد خفقان استفاده کنند و کسانی را به این بهانه بازداشت و آزادی بیان را محدود کنند و البته مردم به آنها اجازه نخواهند داد آقای متحری روز پنج شنبه چهارده آبان در کانال تلگرام خود نوشت حیات سیاسی این افراد در گروی ایجاد محدودیت هاست و در فضای آزاد قادر به رقابت با رقبای خود نیستند لذا صحبت از فتنه پس از برجام و فتنه چهارم به میان میآورند. در حالی که همه اینها خیالات شیطانی خود آنهاست و واقعیت ندارد آقای متحری نوشته است خطر نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از ابتدای انقلاب وجود داشته و چیز تازه ای نیست و همانطور که از آغاز انقلاب اجازه نفوذ نداده ایم از این پس هم اجازه نخواهیم داد و این نیاز به عمل دارد نه شعار سخنان آقای متحری در حالی ابراز شده است که در روزهای اخیر مقامهای ایران به عنوان مبارزه با نفوذ دشمن گروهی از روزنامه نگاران را بازداشت کردند. تا کنون خبر بازداشت ایسا سهرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیتساز ستون نویس روزنامه ایران و سامان سفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا تایید شده است. ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران روز چهارشنبه شنبه 13 آبان از روزنامه نگاران بازداشت شده به عنوان یک شبکه نفوذی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و همچنین عناصر جاسوس و مزدوران قلم به دست آمریکایی نام برده بود. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن محکوم کردن بازداشت چهار روزنامهنگار ایرانی در روزهای گذشته خبر داد که شماری دیگر از روزنامهنگاران برای بازجویی احضار و یا با تلفن بازجویی و تهدید شدند. به گزارش وبسایت سهام نیوز از 20 خبرنگار و روزنامه نگار اصلاح طلب نزدیک به حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی خواسته شده تا روز 13 آبان به صورت جداگانه به دفتری در خیابان سابونچی تهران مراجعه کنند تا توسط بازجویان سپاه پاسداران مورد بازجویی قرار گیرند. این در حالی است که قرار است 21 نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها روز شنبه 16 آبان در مسلای تهران گشایش یابد. در این نمایشگاه بیش از 600 رسانه داخلی فعالیت ها و آثار خود را در 567 قرفه به نمایش می گذارند. گروهی از روزنامه های نزدیک به تندروها در اعتراض به بیتفاوتی وزارت ارشاد به جریان نفوذ در رسانه ها از شرکت در این نمایشگاه خودداری کردند. حمله گسترده ی سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب چند هفته بعد از تایید اعمال این سازمان و مشروعیت بخشیدن به جرائمی که اطلاعات سپاه از زمان جنبش دانشجویی 18 تیر و سپس سرکوبی مطبوعات در دوره اصلاحات و قلع و قمع جنبش سبز از سوی آیت الله علی خامنه‌ای ای این بار شماری از برجسته ترین روزنامه نگاران را هدف قرار داده است. ظاهرا رهبر رژیم بران است تا کوچکترین صدای منتقد تندروها را نیز تا پیش از انتخابات خفه کند.